гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алейкум. Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии институти никоси ҷанг ва сулҳи Бритония омода шудааст. Давоми чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. Аз замони ба имзо расидани созишномаи сулҳ миёни ҳукумат ва мухолифини Тоҷикистон 19 сол сипаре шуд. Ҳамасола 27 июнь ҳамчун рӯзи ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон таҷлил мешавад, ки рамзи ба анҷом расидани ҷанги 5 солаи шаҳрвандӣ аст. Ба қавли бисёре аз таҳлилгарон, сулҳ Тоҷикистонро аз пошхӯрӣ наҷот дод, вале ваҳдати миллӣ барои насли ҷавон, ки қишри аъзами ҷомеаро ташкил медиҳанд, чӣ арзиш дорад? Соҳиби ёри толиб ҷӯёи посух ба ин суол гаштааст, ки бо ҳам мешунавем. سازشنامه صلح تاجیکان که در مسکو با امضا رسیده بود دلشاد از بزرگسالان شنیده است. جنگ شهروندی سالهای 92 عصر گذشته جان نزدیک به 150 هزار شهروند تاجیکستان را ربوده به کشور میلیاردها دلار خسارات مالی رسانید. مردمی که بر ضد همدیگر برخواسته بودند پس از امضای سازشنامه صلح متحد شدند. گریزگان تاجیک به وطن برگشتند. جنگجویان و مجاهدین به مهنت حلال دست زدند. از این رو مفهومهای چون وطن دوستی، ثبات و وحدت ملی امروز گروه نیکو احوالی و شکوفایی تاجیکستان هستند. همیشه بزرگ سالان ما نصیحتگونه ابراز می‌دارند که ما صلح و وحدت را حفظ کنیم و به قدر آن برسیم. با آنهایی که فضای جنگ را ندیدند، خصوصا نسل جوان ما، برای آنها مثل یک حرف سطحی است و به آن چندان اعتبار نمی‌دهند. نسل نوینی که جنگ را ندیده بود به وای رسید. مشاهده می‌شود که چگونه طریق وسایل اخبار عموم جوانان را در روحیه وطن دوستی و وطن پروری تربیت می‌کنند. گروه بزرگ جوانان تاجیکستان را که پرچم دراسترین را در خیابان مرکزی دوشنبه برداشته راهپیمایی می‌کنند توسط تلویزیون‌ها دیدیم. با وجود شعارهای ترغیب‌گرانه جوانان تاجیک را که به گروه های جنگیان خاور میانه پیوستند نیز می شنویم. همچنین از کشورهای مهاجر پذیر جوانان تاجیک به همدیگر توسط اینترنت استفاده می دهند که موضوعش جهاد در تاجیکستان است. چرا؟ محمد اقبال جوانی که ایام طفلیش به زمان جنگ داخلی تاجیکستان موافق آمده است. او می گوید همسالانش هنوز از کودکی آسیب روانی پذیرفتند. از سیاست مدارانی که در همون زمان بودن تقریبا که کسی کشته نشد، شخصی بیگناه کشته شد. روزگاری را از سر گذراندیم که حتی در ایام کودکی به مردی برکمال ما بدل گردیده بودیم. ما خنده کودکی را ندیدیم، برای ما افسانه نمیخواندند. اگر ما صدا بلند میکردیم پدر و مادر ما برای ما میگفتند که خاموش باش، سلاحدار میآید. جوانان در مجلس های رسمی از واقعات جنگ شهروندی در تاجیکستان زیاد نمیگویند. این موضوع محدودیت دارد. شنیدیم که از جمله نسل جوان بزرگسالان را بخشیده نمیتوانند، زیرا آنها نتوانستند کشور را از جنگ برادرکش که تلفات زیاد جانی و مالی آورد امین نگه دارند. به قول فرهنگ‌شناس منیر شهیدی بسیار عاملهایی هست که تا امروز نسل بزرگسال زبان نسل جدید را نیافتند. رخنه هست بین نسل من سالخورده مثل ما و نسل جوان ها. یک رخنه هست و همین برای برطرف کردن همین فاصله، همین رخنه، ما باید سخت کوشش کنیم تا که جوان ها ما فهمند و ما درد جوان ها را درک کنیم که چیست. جوانان میخواهند در کشور برابر حقوقی را ببینند. آرزو دارند با مؤسسه های تعلیمی دلخواهشان داخل شوند و کار خوبی پیدا کنند. حسی افسون شونده نابرابری اجتماعی در جوانان تخم نارضایی را میکارد که من بعد آنها را به تندگرایی تله میدهد. امروز ده ها جوانان تاجیک زیر پرچم گروه ها و حرکت های مختلف دینی و مذهبی جمع آمدند. کمیته کار با جوانان، ورزش و توریسم تاجیکستان برای پیشگیری این گونه عملیات پیوسته کارهای ترغیباتی میبرد. قریب در همه محافل جوانان نمایندگان این نهاد از ارزش های وحدت و استقلالیت سخن میگویند. ابراز داشت موسوم موینی، معاون رئیس کمیته. پایدار کننده وحدت ملی، تحکیم بخشنده استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، حمایتگران مرز و بوم تاجیکستان عزیز زمان، جوانان صاحب کسب، صاحب مال و جوانان وطن دوست و وطن پرور میباشند. من وحدت ملی
در برابر استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان یک دستاورد بزرگ و بی‌نظیر کل مردم شریف تاجیک میباشد. امروز مناسبت جوانان با روز وحدت ملی متفاوت است. از یک جانب این یک روز جشن از وحدت و یگانگی ملت است. از طرف دیگر میتوان گفت که شکل باقی مانده ولی مفهوم آن برای گروه بزرگ کیهاست که از بین رفته. این حال از ضعف اینستیتوت های افکار ساز گواهی میدهد و این ضعفیت جامعه ما را آسیب پذیر میکند. صاحبیار طالب دوشنبه. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرحی داشته باشید و یا میخواید از مشکلی خود حرف زنید، میتوانید با ما با رقم 44-640-11 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. باش مبودا من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را شما میتوانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.